به همگی، میگم این سید علی بافور افتاده تو جاده بزبیاری و همینجوری داره قل میخوره. هنوز سوزش تاولای سفر لیدی اشتون خوب نشده، سر و کله بانکیمون پیدا میشه و با یه گزارش خوزما رو پهن زمین میکنه. دبیر کل سازمان ملل که سیاهیش از دخالت در امور کشورها پره، برای چندمین بار به خودش اجازه داده در اموری که اصلا در حوزه اختیاراتش نیست ورود کنه. همکارم سلچو گزارش میده. گزارش جدید به اصطلاح حقوق بشری بانکیمون در مورد ایران، گزارشی چند صفحه‌ای ولی مداخله جویانه و گستاخانه. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل در جلسه اخیر کمیسیون حقوق بشر این سازمان در ژنو در گزارشی سراسر مداخله گرانه و با گستاخی تمام به انتقاد از وضعیت حقوق بشر در کشورمان پرداخت. وای پسر دیدی چی شد؟ به وضعیت حقوق بشر تو ام القراضه ولایت انتقاد کرد. حالا سید علی چه خاکی تو سرش بریزه؟ اصلا سید علی رو بگیم سید علیه، اما گستاخی دبیر کل به اونجا رسیده که شیخ فری اعتدالی رو هم دراز کرده. در این گزارش وی با اهانت به انتخاب مردم ایران و با نقض قوانین بین المللی از عدم تحقق به گفته او وعده های حقوق بشری آقای روحانی انتقاد کرد. این دیپلمات 70 ساله کره‌ای همچنین با گستاخی تمام خواستار آزادی فوری سران فتنه و همچنین محکومان سیاسی امنیتی شد. صحبت های بانکیمون خیلی آمرانه و اهانت آمیز نسبت به رئیس جمهور اسلامی ایران. این که ایشون به وعده‌اش عمل نکرده، مگر ایشون وعده‌ای به آقای بانکیمون داده که بیاد بر اساس نظرات و خواست آقای بانکیمون عمل بکنه؟ یه دستی میزنی شلقم؟ یعنی میخوای بگی شیخ فری اون پشت مشتا یه قول و قرارایی با اونور آبیا گذاشته؟ خب هماخونید کوسری هم که همینو میگه که قربون هم دیگه برید با این انسجامتون. اگر رئیس جمهور و یا سخنگوی دولت پاسخ مورد انتظار را به این تهمت ها ندهد، این شایبه را به ذهن متبادر می کند که روحانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری مذاکرات و صحبت هایی را در این زمینه با آمریکایی ها داشته، مگر اینکه قاطعانه بیایند این مورد را تکذیب کنند. اینجاست که افخم الملوک مجبور میشه چادر چاقت کنه و بیاد واسه ماسمالی قضیه. خانم افخم با تاکید بر اینکه انتظار میرود سازمان ملل در بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها منصفانه عمل کند، با ابراز تأسف از اینکه مجازاتهای در نظر گرفته شده برای قاچاقچیان مواد مخدر به عنوان نقض حقوق بشر در نظر گرفته شده، افسود سخنان بانکیمون فاقد وجاهت قانونی و اعتبار است. بابا وجاهت قانونی کدومه؟ اختر کماندو، الان دکتر گوریل کارشناس روابط بین المللی نظام توضیح میده که آقای بانکیمون چه کاری انجام داده. کاری که آقای بانکیمون انجام داده خلاف عرف دیپلماتیک هست و نقض میکنه حاکمیت ملی کشورها رو. راست میگه دیگه بابا دبیر کل سازمان ملل، درست، ولی دیگه دلیل نمیشه که بیاد به اعدام و نقض حقوق بشر پیله کنه. که دبیر کل باید ولایت مدار باشه، باید بصیرت داشته باشه، مگه نه عزما؟ باز اینا میگن حقوق بشر، به خجالت هم نمیکشن. باز اینا میگن حقوق بشر، به خجالت هم نمیکشن واقعا. آها، درد اصلی همینجا. اگه میخواید بدونید که چی شده که سید علی و نظام آش و لاشش با یه گزارش دبیر کل و یه دیدار اشتون اینجوری به جلز و بلز افتاده، حرفای خرچنگ نظام رو گوش کنید. این دیدارها بهانه میشود برای اینکه پرونده حقوق بشر در ایران دوباره بهانه شود و جرقه آن زده شود. امروز دشمن با جنگ نرم میخواهد نظام را براندازد. بله، قصه جرقه و انبار باروته. داستان سنگ حقوق بشر و شیشه عمر ولایته. سید علی حاضر اون یکی دستش رو هم با سانتریفیوژاش
پلم کنه، اما یه وقت رو شیشه عمرش خط نیفته، چون میدونه اگه از اعدام دست برداره اون وقت ملت نه دست و پا برش میذارن نه عباب و عمامه.